بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه مایکروسافت وورد. درس امروز ما در برنامه مایکروسافت وورد تب انزرد در گروپ الستریشنز بعد از آنلاین پیکر از شب آغاز میکنیم. اگر خواسته باشیم شکلها را در سند رسم کنیم، وظیفه شب هستن. بعضی اوقات نیاز به بعضی شبها و شکلها میشه که باید داخل سند ما از شبها استفاده کنیم، مثال به خاطر دیزاین یک صفحه، به خاطر بعضی از نوشته هایی که باید داخل شب درج شوه، وظیفه شب هستن. وظیفه چی هست؟ وظیفه شب هست. خب به شب کلیک میکنیم. زمانی که به شب کلیک کردیم، لیست شبها را باز میکنن. از این شبها کدام شبی را که تو میخوایی باید انتخاب کنیم. مثال ما میخوایم که این شب باشه، بعدم کلیک هم میگیریم شب رسم میکنیم، این شب در این موقعیت باشه. خب اگر نیاز به نوشته باشه، فقط همیشه که این شبی که رسم کردین انتخاب است نوشته کنه. نوشته میکنم فهم مثال Educational Computer Center. شبه به چاکات کلیک میکنیم، ساز متن باشه، یعنی ساز باشه، یعنی فرمت داشته باشه. نیاز به دیگه شب هست. انزر شب. یکی از این شبها کدام شبه میخواییم باید مشخص بسازیم. مثال این شبه میخواییم، اینجا شبه ده که ما میخواییم اینجا باشه. در فرمت شب در الان برش میگیم در سنتر باشه، در موقع در وسط قرار گرفت. مثال همیشه میگونم CIT Outline، آوتلاین CIT. سایز متن نشان اینی سایز باشه، بولد همچنان باشه، موقعیتشان توسط روکی یا انتقال میتیم در اینی موقعیت باشه. اینجا تب باز میشه به نام فرمت. این فرمت مربوط به شپ هست. در بخش فرمت انزرت شپ، از اینجا هم میتونیم شپ استفاده کنیم. اگر شما به تب انزرت نمیرین، از اینجا شپ استفاده کنیم. خب به شرطه که شب اضافه شده باشه باز فرمت اضافه میشه. حال دیگه شب ضرورت است. به فرمت انزرت شب کدام شب میخوایی فقط انتخاب میکنی، این شب ما میخوایم در اینی موقعیت باشه، سایز چون اینی سایز باشه. مثال نمیشه میکنم دوریشن 3 months. خب انتخاب سایز شان این سایز باشه. نیاز به دیگه شب هست. میم به انزرت شب، از این شب ها شبی را که ما استفاده میکنم این شب باشه. اینجا میخوایم این شب باشه، کلیک میگیریم به طرف پایین صفحه میکنیم. خب تا به موقعیتی که ضرورت است شب رسم کنیم. در الان الائن سنتر در وسط قرار گرفت. مثال نوشته می کنم IT Basic Windows MS Word Excel PowerPoint Internet Hardware. مال مثال برتان کار می کنم که هدف از شپ های اینی هستن. ما میخواییم به این شب بگراند انتخاب کنیم. در فرمت در شب فیلمیم برش میگیم بگراند روشن چونین رنگه باشن. در تکس افکت میم در می بخش ترانسفارم برش میگیم متن چونین فرمت به خود بگیره. شب بعدی رو انتخاب میکنیم. در فرمت در شب فیلم ما میخواییم که از تکسچر استفاده کنم، به بگراند روشن اینی تکسچر استفاده میکنم. بعدن بعد شب بعدی رو انتخاب میکنیم. در شب فیلم در تکسچر
میخوایم که اینی تکسچر داشته باشه، رنگ متنشان اینی رنگ باشه. بولد همچنان باشه. به اینی شب میم در شب فل تکسچر استفاده میکنیم و میخوایم که مثال اینی فرمت باشه. رنگ متنش چنین رنگ باشه مثلا، یا اینی رنگ باشه. زمانی که پرینت میکنیم به همین فرمت در چاپ هم میه، یعنی مثال همه کار کردیم، مثال در بخاطر به مرکز فهم یک دیزاین رسم کردم. دیگه شیپ ضرورت هست، میم به اینزرت یا به بخش فرمت میم. در شیپس شیپ بعدی را که ما میخواییم مثال اینی شیپ هستم، اینجا شیپ باید رسم شد. اینجا باشد درست است. مثلا نوشته میکنم دیسکاونت 50%. بولد همچنان باشه، بگراندشان چنین بگراند باشه. بعدن در فرمت در اینزت شب مثال خب آدرس در اینی تکس باکس میگیریم، اینجا میم آدرس تایپ میکنم. سال آدرس کابل افغانستان. خب انتخاب در تکس افکت میم، یک افکت برشان استفاده میکنم. اینجا افکت های زیاده هستن، این افکت استفاده میکنم. میخوایم آوتلاین نداشته باشه، شپ آوتلاین، نو آوتلاین. میم به اینزرت شپ، مثال دیگه شپ همو میخوایم به تمامی صفحه انتخاب شد، رکتنگل این شکل شپ همو میخوایم، به طرف پایین هم اضافیش میکنیم، به تمامی صفحه میسن. این بعضی کبر پیچ ها من قبلا برتان گفتم که دیزاین هایشان ما میتونیم دیزاین داشته باشیم. سین بگرام در فرمت تمامی از اینها را به روی صحنه میاریم. سین بگرام بگرام در میم در شب فیلم ما میخواییم پیکچر باشه، در بگرام یعنی صفحه من یک تصویر مکمل میخواییم. خب تصویری که میخواییم تصویر باید انتخاب کنیم کدام تصویر می خواهیم. مثال اینی تصویر باشه، اینجا بعدا همون تصویر اضافه بشه. خب فعلا در حال اضافه شدن همون تصویر در بکگراند همیشه هست. این شب فیل ما نو فیل برش میگیم که در خود امت صفحه دیده شد. وقت پرینت میکنیم و همین شکل بازده چاپ هم میه. سال دیزاین کردیم. کنترول این نیو داکومنت، داکومنت جدید باز میکنیم. در داکومنت جدید مثال میگیم یک دیزاین دیگر انجام میدم. میم به تب لیاوت اورینتیشن لندسکیپ انتخاب میکنیم، صفحه را شکل لندسکیپ باشه. در تب هم میم متن برش میگیم سنتر باشه، همین موقعیت میخوایم نوشته شوه. نوشته میکنم نو سموکینگ. خب متن انتخاب میکنیم، سایزشون مثال اینی سایز میخوایم. بولد همچنان شوه، نویت خط شانه، نی نویت خط باشه.
انتر میکنیم، زبان تغییر میتونیم، نوشته میکنیم سیگرت نکشید. بعضی ها به این موضوعات نمیفهمند تا که شپ رسم نشن. درست همون طرف باید شپ رسم شن. میم به انزرد در شپس، خب شپیره که ما میخواییم خب اینه شپ باشه، در این موقعیت میخواییم باشه. درست است. کنترول سی کنترول وی از امو شپ کپی گرفتیم. میم در شپ فیل بگراوند اشانه رنگ انتخاب میکنم چنین رنگ باشه. به شپ بعدی رنگ را که انتخاب میکنیم مثال برش میگیم چنین رنگ باشه. اوتلاین نمیخوای در شپ اوتلاین میگیم برش میگه نو اوتلاین، یعنی اوتلاین شپ نباشه. این شپ هست اوتلاین داره، نمیخوای نو اوتلاین. شپ بعدی کنترول میگیریم، بالا شپ بعدی کلیک میکنیم، هر دوش گروپ میستازیم که یک جا شون. خب یک گروپ همیست که شپا را شما تنظیمات کردین باز گروپ میشه. در الائن میم برش میگیم در سنتر قرار بگیره، این سنتر قرار گرفت، اینی موقعیت داشت. میم به انسرت شپ، شپ بعدی را که رسم میکنیم اینی شپا رسم میکنه. از اینی بطن لینه کمه که به اینی سس میسید. در شپ فیل میم رنگشان اینی رنگ باشه، اوتلاینشان رو نور اوتلاین میگیریم اون یک رنگ میمشه بس. حالا که ما پرینت میگیم باز به این فرمت در چاپ هم میه نیشب ها به اساس ضرورت در سند رسم بشن و بعض متنهای خاص به موارد خاص میشه که از شب ها ما استفاده کنیم. از چی استفاده کنیم؟ شب ها. مثال در این سند میم به انزرد بعدن در شب. خب شپی دیگه ایره که من رسم میکنم این شپ باشه. این شپ رسم کردیم، موقعتشان اینی موقعت باشه، از اینی موقعت جهت چنج میکنیم اینی جهت باشه، این موقعت میخواییم باشه. مثال ما به این موقعیت بده فارمت شپ فیل، مثال اینی فارمت باشه کنترول سی کنترول وی. از همی کپی میگیریم اینجا اضافه میکنیم دو تیتا برعکس میسیم. اینجا میخوایم مثال ما ولی که با سپرینت میگیم به این فرمت چاپ میشه. یعنی بعض سندار رو دیدیم بعضی ورقه ها دیزاین ها دارن، شبه ها زیاد رسامی صورت میگیرن. کنترول این سندی جدید میم به انزر شپس. مثال بعضی ها لوگوها رو میسازن، مثال فرمت های مختلف هستن، میشه که لوگو رو بسازیم. در فرمت در انزرت شپ نگه شپی رو که ما میخواییم مثال اینه شپ رو میخواییم اینجا باشه میشکل. مثال 1399 مثال نمیشه میکنم
این دو شپ رو انتخاب میکنیم، الان سنتر میگیم، اینا رو سنتر قرار گرفت. میم به انسرت، بعدن شپس دیگه، شپی را که ما میخواییم مثال این شپ باشه. این ما آخرت باشه. سن بگرام با بگرام نشت انتخاب دادیم، شب های بعدی رو انتخاب میکنیم در فرمت، در شب فل چون این رنگی باشه، بعدیشون انتخاب شب فل این رنگی باشه. در الان میم برش بگیم سنتر باشه، سنتر قرار داد. گروپ میسازیم، کنترول میگیریم، بالای شب های بعدی هم کلیک میکنیم، باز کنترول رو بگذار میکنیم گروپ. مثلا به اساس ضرورت این چنین شبه های میشه که اضافه شون. این متن را پاک میکنیم، FCC نمیشه دوست هم باشه، بولد همچنان باشه. مثال با به خاطر تنظیمات بیشتر شپ میم به بخش فرمت. در فرمت نمیشه از انزرت شپ بفهمیدین چند شپ، شپ تغییر میدین. این شپی که فعلا هست میخوایی تغییرش بدی، اینجا شپ های مختلف هست، کدام شپ برش میخوایین پس همون شپ میتونین انتخاب کنین. اگر شما شپ چنج میکنین میتونین چنجش کنین. این شپ خوشت نامد شکلشان را چنج میکنین، باز میین اینجا چنج شپ میگین. خب درا تکس باکس به خاطر متن در داکومنت کدام موقعیت رسم میکنی، در شپ ستایل میتونی ستایل به شپ انتخاب کنی، هر ستایلی که به شپ میخوای از این ستایل ها میتونی استفاده کنی. شپ فل اگر میخوای به دلخواه خود رنگ و بگراند انتخاب کنی، از شپ فل استفاده میکنی. کلر ها یا پیکچر ها میخوای، باز میای پیکچر در این رنگ شما فرمت ها را انتخاب میکنی، چه فرمت باشه. در تکسچر خوب اکس های کاشمانندی که هستن از یک اکس ها میتونین استفاده کنیم. شپ اوتلین بازم چهار طرف لین شپ به نام اوتلین یاد میکنن که ما شما همین در سال دیروز در پیکچر بحث کردیم که اونجا شپ پیکچر اوتلین بود. شپ افکت چی افکت در این شپ داشته باشن، سب چون این افکت داشته باشن، همون شکل اگه افکت با خود میگیرن. مثال در روتیشن اگر تعیین میکنیم فرمت هست، ورد آرت ستایل به بخش متن تنظیمات میکنن. به بخش متن تنظیمات ورد آرت. اگر شما به متنهای شپ میخواین ستایل انتخاب کنین، وظیفه ورد آرت هست. مثلا چون این ستایل داشته باشه، رنگ متن میخوایم چون این رنگی باشه، اوتلاینشان چه رنگی باشه، بخش بعدیشان اوتلاین هستن، صبح چون این رنگی میخوایم. با متن افکت انتخاب میکنیم، شد رو داشته باشنی جهتشان را چنج میکنیم. دایرکشن خب دایرکشن جهت را چنج میکنیم، نمیخوایم کنترل سید. الائن تکست در این شپ متن در کجا باشه، به طرف بالای از شپ باشه، در وسط فعلا میدل هست تاپ، باز در بالای همی شپ متن قرار میگیره، وسط باشه یا پایین باشه. کرییت لینک، این اپشن جدید است،
اگر شیپ ها رو با هم لینک میسازین نصف کریت لینک است که واسه یک شیپ وقتی نوشته میکنین متن اضافه میشه اتومات به شیپ بعدی اضافه میشه. مثال در شیپ من این شیپ اضافه کردم، بعد یک شیپ دیگر هم اضافه میکنیم. خب شیپ بعدی این شیپ باشه، این شیپ بعدی ما هست. خب اول میین بالای شیپ رایت کلیک میکنین اد تکست میگین، بالای همون شیپ رایت کلیک میکنین اد تکست میگین، باز میایم کریت لینک. این شیپ با این شیپ لینک میسازیم. حالا اگر ما میایم اینجا نوشته میکنیم متن ما از یک شیپ اضافه میشه اتومات به شیپ بعدی اضافه میشه، از اینکه شیپ بعدی رو ما لینک ساختیم با این شیپ که فعلا تایپ میکنیم. فعلا خب این شیپ ما متنشون تکمیل نشد، همین که تکمیل شد اتومات به شیپ بعدی متن قرار میگیره. نمیخوایی لینک از بین میبری، باز میایی در فرمت بریک لینک میگیم. بخش ارنج پوزیشن تا به بخش سایز ما شما در درس دیروز در پیکچر وز کردیم که پوزیشن موقعیت ابجکت در صفحه تعیین میکنه، رپتکس موقعیت شپ ها و پیکچر ها را در متن تنظیمات میکنه، برینگ فارورد و سند بگرن چندین تصویری که باشه چندین شپ برقه با پیش روی انتخال میتن، سلیکشن پن به خاطر انتخاب ابجکت ها استفاده میشه، آلاین ترتیب میکنه، گروپ زمانی فعال میشه که شما ابجکت دیگر انتخاب کرده باشین، کنترل بگیرین بالا ابجکت بعدی کلیک میکنین انتخاب، باز گروپ فعال میشه، میشه که این دو ابجکت یک جا بسازیم و روتیت چرخش میده. سایز هم سایزه همین شپ ها را برای ما کم و زیاد میسازه. درس امروز ما در برنامه مایکروسافت ورد در تب انزرت در گروپ الستریشنز شپس.